بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. دمای هوای سوزان تنها در 4 روز باعث مرگ حدود 100 نفر در مرکز میانمار شد. بیماری های ناشی از گرما باعث مرگ نوزادان چند ماهه و بیماران و افراد مسن شده که بیشتر در معرض خطر هستند. روز یکشنبه تا 29 جسد در 2 قبرستان در شهر مانیوا برای خاک سپاری وجود داشته است. میانمار در طول فصل گرما در سال جاری شاهد دمای شدید گرما بوده است و در اوایل ماه می روزانه 40 نفر جان خود را از دست می دهند. در ایالت راخین در غرب میانمار کمبود شدید آب 50 روستا را تحت تاثیر قرار داده و بیش از 80 نفر را کشته است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما گفته که سیلاب بغلان 60,000 نفر را در این استان تحت تأثیر قرار داده است. معاون امور بشری یوناما در سفری به بغلان گفته است که بیشتر جان باختگان از زنان و کودکان هستند. همزمان بخش زنان سازمان ملل متحد گفته است که زنان و کودکان به طور نامتناسبی تحت تأثیر سیلاب‌های اخیر در افغانستان قرار گرفتند. بخش زنان سازمان ملل متحد گفته است که زنان و دختران به طور خاص به بسته‌های بهداشتی، محصولات بهداشتی و مواد غذایی مغذی نیاز دارند. 10 سازمان حقوق بشری تونسی گفتند که آزادی‌ها در کشورشان با یک عقب‌گرد شدید و تشدید محدودیت‌ها بر فعالان، سیاستمداران و روزنامه‌نگاران و سوء استفاده قوه قضاییه برای مجازات مخالفان حکومت مواجه است. در ماه جاری پلیس 10 نفر از جمله وکلا، فعالان، روزنامه‌نگاران و مسئولان سازمان‌های جامعه مدنی در تونس را دستگیر کرد. عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر هم این دستگیری‌ها را کارزار شدید سرکوب توصیف کرده و از مقام‌های تونسی خواستند که به این شیوه‌ها پایان داده و به حق سیاسی، آزادی بیان و جامعه مدنی در تونس احترام بگذارند. محققان استرالیایی و آمریکایی میگویند که یک ابزار هوش مصنوعی جدید به آنها اجازه داده تا تومورهای مغزی را با سرعت و دقت بیشتری طبقه بندی کنند. روش فعلی برای شناسایی انواع مختلف تومورهای مغزی اگرچه دقیق است، اما ممکن است چندین هفته طول بکشد تا نتایج حاصل شود. این روش که پروفایل مبتنی بر میتالاسیون دی ان ای نامیده می شود، در بسیاری از بیمارستان‌های جهان در دسترس نیست. برای مقابله با این چالش‌ها، یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه ملی استرالیا با همکاری مؤسسه ملی سرطان در آمریکا راهی برای پیش‌بینی متیلاسیون دی ان ای که مانند یک سوئیچ برای کنترل فعالیت ژن عمل می‌کند، ایجاد کرده‌اند.